خیلی وقت بود که از موتورولا گوشی جدیدی ندیده بودم، اما حالا این شرکت با گوشی‌های جدیدش رقابت جدی رو توی بازار شروع کرده. وان ماکرو یکی از اون گوشی‌هاست که حرفی برای گفتن داره. موتورولا سالهای پیش تلاش زیادی کرد که توی بازار پرچم‌دارا موفق بشه با گوشی‌های ماژولار مثل موتو زد، اما موفق نبود. ولی الان با گوشی‌های میان رده و پایین رده دنبال بالا بردن سهم خودش از بازار جهانیه. یکی از این گوشی‌های میان رده وان ماکروه. پرفورمنس این گوشی خوبه و سرعتش قابل قبوله. حقیقت اینه که هر بازی و برنامه‌ای رو میشه باهاش باز کرد و کار کرد. این گوشی یه چیپست مدیاتک P70 با 4 گیگ رم داره. چیپستی که تقریبا با اسنپ دراگون 665 تو می 83 یک بازه‌ای رو داره. ولی خب مدیاتک همیشه کمتر مورد توجه قرار میگیره و به دلیل ارزان‌تر بودنش نسبت به اسنپ دراگون برای کاهش هزینه استفاده میشه. اما خب باید بگم پرفورمنس این گوشی نسبت به گوشی هم رده و هم قیمت خودش پایین‌تر نیست و سرعت خوبی داره. اینکه سرعت خوبی داره یکی از دلایلش وجود صفحه 720p توی این گوشیه که مثل میتری پردازنده رو برای پردازش تصاویر کمتر درگیر میکنه و میتونه پرفورمنس قابل قبولی رو ارائه بده. این گوشی یه صفحه LCD همونجوری که گفتم با رزولوشن 720p داره که خب قطعا وضوح صفحه فولشی رو براتون نمیاره. ولی خب تو این قیمت میتونیم از این ویژگی بگذریم و به پرفورمنسی که بهمون میده بیشتر نگاه کنیم. این صفحه نمایش به اون صورت بدون حاشیه نیست، ولی میتونه جذابیت گوشی‌های جدید رو برامون به همراه داشته باشه. بالای این صفحه هم یه ناچ قطره‌ای برای دوربین وجود داره. دوربینای وان ماکرو یکی از مورد توجه ترین ویژگی‌های این گوشی‌ان، چون اصلاً اسم این گوشی از روی این دوربین اومده. وان ماکرو در پشت 3 دوربین داره. یه دوربین 13 مگاپیکسلی برای عکاسی واید به عنوان دوربین اصلی، یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و یه دوربین تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی دیگه. کیفیت عکس توی نور خوبه، ولی توی نور کم از رقباش به نظر ضعیف‌تر میاد. در کل کیفیت دوربین این گوشی اونچنان جذاب نیست و دوربین ماکرو هم با رزولوشن بسیار پایینش واقعا نمیتونه عملکرد جذابی براتون داشته باشه. و اصلا عجیبه که اسم این گوشی رو از روی این لنز 2 مگاپیکسلی برداشتن. دوربین سلفی این گوشی یه لنز 8 مگاپیکسلیه که خب رزولوشنش از رقباش پایین تره. ولی عکس نهایی تو همون سطح و تفاوت چندانی با می 83 یا هواوی وای 9 پرایم نداره که رزولوشن بالاتری دارن. باتری این گوشی یه باتری 4000 میلی آمپر ساعتیه که عملکرد خوبی داره و میتونه تا 2 روز بهتون شارژ بده و یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این گوشیه. شارژر این گوشی یه شارژر 10 واتیه که خب زمان شارژتون رو طولانی می‌کنه، ولی میشه با توجه به شارژدهی بالای گوشی از این مورد گذشت و از این گوشی به راحتی استفاده کرد بدون اینکه نگرانی تموم شدن باتریشو داشته باشید. مهم‌ترین چیزی که فکر کنم توی این گوشی باید بهش توجه کنیم کیفیت ساختشه. این گوشی پشتش و قاب دورش از پلاستیک ساخته شده، ولی موقع دست گرفتن خیلی حس خوب و شیک بودنی بهتون میده. این گوشی با رنگ اسپیس بلو واقعا خوشگل و دوست داشتنیه و حسن بهش یه حس خوبه. کیفیت اسپیکر و تماس این گوشی قابل قبوله و داشتن پورت تایپ سی برای شارژ هم یکی از بهترین ویژگی‌هایی که تو این رده قیمت میتونیم با این گوشی تجربه کنیم. ممنون از جاجول که محیط کارشون رو برای ضبط این برنامه در اختیار ما قرار دادن و ما پیجشون رو زیر این ویدیو براتون تگ میکنیم که اگه دوست داشتید برید محصولاتشون رو ببینید و خرید کنید. نظرتون راجع به این گوشی در مقایسه با رقباش مثل میتری برای ما کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب توی یوتیوب و آپارات یادتون نره. شما میتونید با @بینوشاکست ما رو تو تمام شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید.